با سلام، سارا قزلباش هستم، دکتری فلسفه. با آموزش فلسفه هنر با شما همراه هستم. فصل اول آموزشمون مربوط به تعریف و تاریخچه فلسفه هنر و مسائل و موضوعات اون هستش. ابتدا به تعریف فلسفه هنر میپردازم. ما در فلسفه هنر به مبانی متافیزیکی هنر میپردازیم، یعنی یکی از شاخصها و مؤلفه های اصلی فلسفه هنر فلسفه ورزی و پردازش متافیزیکی به هنره. یعنی چی؟ ما در رویکردهای متافیزیکی چی کار میکنیم؟ به دنبال علل اولیه و مبادی اولیه اون موضوع هستیم. مثلا اگر موضوع ما وجود باشه، به دنبال مبادی اولیه وجود هستیم در مباحث متافیزیکی. حالا وقتی میگیم مبانی متافیزیکی هنر، منظورمون مبادی اولیه در شکل‌گیری هنر هست، حقیقت یا مفهومی به نام هنر. میخوام ببینیم مبنای اولیه و زمینه شکل‌گیری هنر چه به عنوان یک امر ذاتی و چه به عنوان یک امر غیر ذاتی چی هستش؟ ارزش سنجی هنر. خب پس ما در فلسفه هنر به تعیین معیارهایی میپردازیم که از طریق اونها میتونیم به ارزش گذاری هنر و کارهای هنری و آثار هنری بپردازیم. مبانی مفهومی هنر و نقدش. خب طبیعیه دیگه، یعنی شما تمام مفاهیمی که در هنر به کار میبرید رو میتونید به شناخت مبانیش بپردازید و روش‌های نقد اون رو مورد بررسی قرار بدید. به نوعی میشه گفت که نقد هنری هم زیر شاخه ای از فلسفه هنر محسوب میشه. زیبایی شناسی هنر که خب در واقع مهمترین شاخه فلسفه هنره و بعضی ها حتی فلسفه هنر رو به نوعی همون زیبایی شناسی میدونند، و مبانی نظریه هنر. یعنی ما در فلسفه هنر رویکردمون اولاً و به طور متافیزیکی نظری هست، یعنی به تئوری ها و نظریاتی میپردازیم درباره هنر. انواع هنر. خب هنرها انواع مختلف دارن. یکی هنرهای تجسمیه که این هنرهای تجسمی یا دو بعدی هستن، مثل نقاشی که خب دو بعدیه، و بعضی هاشون سه بعدی هن، یعنی حجم هم دارن، مثل مجسمه سازی، مجسمه هایی که ساخته میشه، یا معماری و بناهایی که عنوان آثار هنری مورد توجه قرار میگیره. هنرهای شنیداری خب طبیعتا مثل موسیقی. هنرهای کلامی که شامل شعر و ادبیات هست، و هنرهای مختلط، یعنی هنرهایی که تلفیقی از این هنرها محسوب میشه، مثل تئاتر که در اون شما هم بخشی از ادبیات و شعر رو میتونین داشته باشین، موسیقی دارین، بعد هنر نمایش دارین، یا در اپرا که باز هم موسیقی هست، شعر هست و هنرهای دیگه. مطالعات فلسفه هنر. خب این مطالعات یکیش در ساختار متافیزیک هنره، که در متافیزیک هنر به هستی شناسی هنر، یعنی جایگاه هستی شناختی هنر پرداخته میشه. یعنی اصلا آیا هنر حقیقت هستی شناختی و حقیقت وجودی داره؟ روش تحلیل مفهومی آثار هنری، تأملات فلسفی و اون نظریات فلسفی درباره هنر و مبادی اون، و چیستی و منشأ و قلمرو هنر، یعنی ماهیت و شناخت ذات هنر مورد بررسی قرار میگیره. یه بحث هم مربوط به تحلیل هنره که دیگه مربوط میشه دیگه به تحلیل آثار هنری. یعنی ما از مبادی میاییم به آثار و در واقع تألیفات هنری، که در اون ما یا تحلیل رو داریم که از طریق مکاتب مختلف فلسفی میتونیم آثار هنری رو مورد تحلیل و تفسیر قرار بدیم. پدیدارشناسی آثار هنر، فلسفه هنر، زیبایی شناسی هنری و نظریاتی که در رابطه با مفهوم زیبایی ارائه میشه و ارزش سنجی اون،
تفسیر آثار هنری که خودش روش های مختلف داره، تحلیل فلسفی مقولات هنری. پس اینها تحلیل هنر هستند، یعنی تحلیل آثار هنری، و اینها متافیزیک هستند، یعنی به مبادی هنر و نظریات هنری و ذات و چیستی اون میپردازند. عناوین مترادف فلسفه هنر، یعنی ما چه مفاهیم و عناوینی رو میتونیم در رابطه با فلسفه هنر به کار ببریم به عنوان مترادف اون. خب به فلسفه هنر پدیدارشناسی هنر هم بعضیا میگن، یعنی در واقع شما وقتی به فلسفه ورزی درباره هنر میپردازین دارین پدیدارشناسی میکنین، یعنی آثار هنری و اون پدیدارهای هنری رو مورد ارزیابی و بررسی و تحلیل عقلانی و فلسفی قرار میدید. خب این به این اشاره داره که شما فلسفه رو با پدیدارشناسی و در واقع اون ذاتشناسی فلسفی در هنر یکی بگیرید. هستی شناسی هنر، زمانی که ما فلسفه رو همون هستی شناسی و وجود شناسی در نظر بگیریم، پس در رابطه با هنر هم میگیم فلسفه هنر یعنی هستی شناسی هنر، یعنی ما به وجود و جایگاه وجودی هنر میپردازیم و جایگاهش در هستی. معناشناسی هنر، خب این هم اشاره داره به این که اصلا فلسفه هنر مربوط به شناخت معنای هنری هست. معنا در هنر چطور ایجاد میشه؟ مسئله تک معنایی، مسئله چند معنایی، مسئله در واقع ساخت معنا، کشف معنا و همه موضوعاتی که در این حیطه مطرح میشه. زیبایی شناسی، که البته زیبایی شناسی رو عام‌تر از فلسفه هنر میدونم. چشم کلاً مقوله زیبایی شناسی مقوله گسترده‌ای هستش که حالا در حوزه هنر جامعیت داره و بعضی ها اصلا فلسفه هنر رو همون زیبایی شناسی میدن، یعنی زیبایی شناسی به طور جامع به مسئله هنر میپردازه. تحلیل فلسفی هنر، که خب اون رو همین تحلیل فلسفی هنر و شاخه های مختلف اون رو همون فلسفه هنر در نظر می گیرن. کاوش تحلیلی هنر، که این هم عنوان دیگه شبیه همین عنوان، و کاوش مفهومی هنر، یعنی بعضی ها اون بررسی های هنری رو بررسی های تحلیلی می دونن و بعضی ها بررسی های مفهومی که شبیه همین معناشناسی، یعنی به حیطه مفهومی و مفاهیم ذهنی هنر می پردازید. مشکلات نظریات هنری، عدم تطبیق تعاریف هنری با امور واقع هنری. یکی از مسائلی که در رابطه با نظریات هنری ما میتونیم بهش بپردازیم در کل در رابطه با فلسفه هنر اینه که آیا این تعاریفی که در فلسفه هنر ما بهش اشاره میکنیم با امر واقعی که بهش میگیم آثار هنری مطابقت داره یا صرفاً یک تعریف ذهنی هست؟ یکی درباره ذهنیت مخاطب، آیا نظریاتی که ما در رابطه با هنر میدیم درباره ذهنیت مخاطبه یا درباره خود اثر هنریه؟ یعنی من وقتی دارم اثر هنری رو مورد پردازش قرار میدم، نظری که میدم نظریه من درباره اون اثر هنریه یا درباره ذهنیت مخاطبیه که با این آثار هنری مواجه میشه؟ یعنی نظریه هست برای داوری زیبایی شناختی اشیا و درک هنری اونها یا درباره خود آثار هنریه به طور فی نفسه. و یکی از موضوع تعمیم ناموجه نظریات، اینکه ما نمیتونیم نظریات هنری رو انقدر عام و کلی و گسترده و جامع در نظر بگیریم که بتونیم به تمام آثار هنری تعمیمش بدیم و چنین تعمیمی ناموجهه. حداقل باید براش دلیلی ارائه بدیم و چه مشترکی در تمام آثار پیدا کنیم تا بتونیم نظریه مشترکی بر اساس اون ارائه بدیم. و اینکه خود هنر امری سنتی فرهنگی و زمانمنده، یعنی شما نمیتونی یک نظریه هنری بدی که برای تمام زمانها و مکانها و درباره تمام آثار هنری که هنوز خلق نشدن، سبکایی که هنوز اصلا ایجاد نشدن و قراره که در یک زمانی ایجاد بشن به اونها هم صدق کنه. چرا؟ چون هنر یک امر زمانمنده، در گفتمانهای فرهنگی در بستر سنتهای مختلف شکل میگیره. پس شما نمیتونید ادعا کنید که نظریتون انقدر جامعه که
برای همه زمانها و همه آثار هنری مطابقت میکنه و با اونها سازگاری داره. و تاریخچه فلسفه هنر. خب ابتدا به بررسی مفهوم هنر در یونان میشه اشاره کرد. یعنی اولین بررسی های هنری، بررسی های فلسفی هنری یا فلسفه ورزی درباره هنر در یونان و در آثار به ویژه افلاطون و ارسطو دیده میشه و تبدیل اثر تولیدی به اثر هنری که در اون رویکردها بیشتر مسئله صناعات بشری و تولیدات بشری حالا مد نظر بوده و اینکه آیا ما میتونیم این تولیدات بشری رو به عنوان آثار هنری در نظر بگیریم، مثلا آثار معماری، آثار مجسمه سازی که خب به نوعی مصنوعات هم هستن، و اگر ما بخوایم به این آثار به عنوان اثر هنری نگاه کنیم، چه وجه زیبایی شناختی و چه وجه هنری باعث میشه که ما به این تولیدات بگیم اثر هنری؟ و هنر به عنوان پیشرفت بشر نسبت به طبیعت محسوب میشده. اینکه بشر دیگه صرفا نگاه منفعلانی صرف به طبیعت نداره و بازنمایی اون، یعنی بازنمایی هنرمندانه طبیعت که در آثار هنری دیده میشه. انتقال از تولید یعنی خلق برای رفع نیاز و تولیدات بشری که صرفا برای رفع نیازش بوده به هنر، یعنی دیگه مصنوعاتی رو انسان می‌سازه که صرفا برای رفع نیازش نیست، برای خلق آثار هنریه، برای خلق یک فهم بالاتر و عمیق‌تر و زیبایی شناختی از جهانه، برای لذت بردن، برای تفریح، که ما این رو در دوران یونان می‌بینیم و در فلسفه یونان و بعد میرسه به دوران رنسانس و بعد هم با اون نگاه‌های اومانیستی فلسفه هنر شکل جدیدی به خودش می‌گیره. وجوه شناختی فلسفه هنر. خب اگر ما در فلسفه هنر به شناخت هنری می‌پردازیم، وجوه مختلف چنین معرفتی چی هستش؟ تحلیل عقلانی و کاوش معرفت شناختی در مسئله هنر و آثار هنری. پس ما در فلسفه ورزی درباره هنر به تحلیل عقلانی هنر می‌پردازیم. همونطور که مثلا در متافیزیک به تحلیل عقلانی مسئله وجود می‌پردازیم. معناشناسی زیبایی، یعنی مفهوم زیبایی چه معنایی داره؟ چه مبنای شناختی برای معنای زیبایی هست؟ آیا معنای زیبایی امر ذاتیه؟ امر غیر ذاتیه؟ چطوری میشه معنای اون رو کشف کرد و به دست آورد؟ چه معیاری برای شناخت معناش وجود داره؟ و همین مباحثیه که در معرفت شناسی هنری بهش پرداخته میشه. همچنین به رابطه هنر و اخلاق و قصدیت هنرمند در شگیری اثرش پرداخته میشه. که حالا اینا مباحث هرمنوتیک هم داره، یعنی در تفاسیر هنری به ویژه به این موضوع میپردازن. زیبایی شناختی اثر، تفسیر اثر هنری و تأثیر اون بر عواطف. یعنی ما از وجوه مختلف معرفتی میتونیم که به اثر هنری نگاه کنیم. هرمنوتیک هنر که گفتیم مسئله قصدیت هنرمند هم در اونجا مطرحه و معنای اثر هنری و اینکه شما معنا رو چطور میتونید کشف کنید. آیا معنای اثر هنری صرفاً به قصدیت هنرمند مربوطه یا به وجه وجودی خود هنر مربوطه؟ اینا همه مسائلی که در هرمنوتیک هنر بهش پرداخته میشه. همچنین ماهیت زیبایی، اینکه آیا زیبایی که ما بهش میگیم در هنر وجود داره امر عینیه یا امر ذهنیه و عینیت نداره، یعنی زیبایی رو من به اثر هنری میبخشم یا اینکه زیبایی در خود واقعیت اثر هنری وجود داره به عنوان امر عینی، مثل مثال زیبایی که مثلا افلاطون میگه، البته عینیت اون عینیت مثالیه. موضوعات فلسفه هنر: معناداری یا بی‌معنایی فرم در هنر، یعنی فرم هنری، اون شکل هنری آیا معنای داره یا نداره و اگر معنا داره معناش چگونه حاصل میشه و چگونه شناخته میشه. این یکی از مسائلی که در فلسفه هنر بهش میپردازیم. کیفیت ذاتی هنر چیه؟ اصلا ما چیزی به نام ذات هنری داریم یا نداریم؟ اگر داریم چه کیفیتی داره؟ چه تعریفی داره؟ استدلالات هنری، آفرینش هنری، خلق اثر هنری چطور شکل میگیره؟
چطور ممکنه؟ رابطه ی هنر و الهام. آیا هنر بر اساس احساسات صرف انجام میشه؟ چه نوع ادراکاتی در اون نقش دارن؟ آیا الهام هم نقش داره در ایجاد اثر هنری؟ دلالت هنری. یعنی هنر به چی دلالت میکنه؟ به خود اثر هنری؟ چقدر ذهنیه، چقدر عینیه؟ رابطه ی هنر و تعبیر. یعنی رابطه ی تعابیر مفهومی و زبانی ما با آثار هنری چی هستش؟ چگونگی انتقال معنا در هنر. خیلی مهمه دیگه. ما آیا صرفا از طریق تعابیری که برای آثار هنری به کار میبریم میتونیم معنای اونها رو انتقال بدیم؟ آیا معنا در خود اثر نهفته؟ اشکال هنری، رابطه ی هنر با دلالت و معنا و زبان هنر مثل استعاره، تمثیل و تشبیه که خب اینا بیشتر حالا در شعر و ادبیات به کار میره، هنر انتزاعی و ذهنی، هنر تجسمی که دارای شکل و محتوای همزمان هست. مسائل زیبایی شناختی در فلسفه هنر. عینیت یا ذهنیت زیبایی. این که زیبایی همونطور که گفتیم که میگیم در آثار هنری وجود داره، آیا این زیبایی امر عینیه؟ در خود اثر هنری این زیبایی هست و زیبایی خودش یک ذات و واقعیتی داره که در هنر هست، یا نه زیبایی یک امر ذهنیه و من هستم که انتزاع میکنم از اثر هنری و بهش نسبت میدم. نظریه پردازی درباره زیبایی شناسی. خب ما نظریات مختلفی درباره زیبایی شناسی داریم که اینها جزء مسائل زیبایی شناختی هستن. مثلا نظریه که کانت درباره زیبایی شناسی داره یا نظریه شلینگ. هنر ضد زیبایی شناختی یا هنر نابهنجار که این هم یک نوعی از هنر هست که بهش پرداخته میشه، و شاخصه های زیبایی که بر اساس اون میتونند میزان ارزشگذاری زیبایی شناختی یک اثر رو تعیین کنند. اهداف فلسفه هنر. آرمانگرایی در هنر. یعنی معمولا آثار هنری بر مبنای یک آرمانی شکل میگیرند که این آرمانگرایی میتونه در بستر طبیعت باشه یا اینکه نه کلن امر ذهنی باشه. هدف هنر. اینکه هنر برای هنر هست صرفا یا هنر برای اجتماع، یعنی یه قصد بیرونی داره. یعنی هدف هنر رو آیا خود هنر و زیبایی شناختی هنر و اثر هنری تعیین میکنه یا نه اون مقاصد اجتماعی ما، رویکردهای ما، نیازهای اجتماعی ما و اون اهداف و غایاتی که در جامعه داریم، اونها تعیین میکنن که هنر چه آثاری رو باید به لحاظ زیبایی شناختی ایجاد کنه. شناخت ارزش هنری. خب ببینید همین هدف هنر خودش یه معیاری برای تعیین ارزش هنر. مثلا اگر جامعه‌ای باشه که در اون اهداف هنری بیشتر به سمت یک رویکرد اجتماعی یا سیاسی و فرهنگی خاصی باشه، ارزش گذاری هنری هم بر اساس همون اهداف و رویکردها تعیین میشه. یعنی ناخواسته قواعدی رو برای ارزش گذاری هنری تعیین میکنن. و چه تمایز هنری و غیر هنری، یعنی امر هنری رو با امر غیر هنری چطور باید از هم تمییز بدیم؟ امکان ارزیابی و ارزش‌گذاری اثر هنری و چگونگی آن، یعنی ما چطور میتونیم بر اساس چه معیارهایی آثار هنری رو ارزیابی کنیم و همچنین به ویژه نقادی هنر. پرسش‌های بنیادین فلسفه هنر. هنر چیست؟ یعنی اولین پرسش متافیزیکی درباره هنر این هست که ماهیت هنر چیه؟ ذات هنر چیه؟ تعریف هنر چیه؟ اصلا آیا هنر ذاتی داره یا نداره؟ تعریف ثابتی داره یا نداره؟ یا اینکه نه هنر در بستر فرهنگ و زبان شکل میگیره؟ در فرهنگ، در بستر سنت شکل میگیره؟ امر تاریخیه؟ اینها یکی از پرسش‌های بنیادینیه که در فلسفه هنر بهش میپردازد. ویژگی های ذاتی هنر چیه؟ اگر هنر ذاتی داره. مصادیق هنر چیه؟ اصلا ما به چی میگیم امر هنری، اثر هنری؟ شما به هر مصنوع و تولید بشری که نمیتونیم بگیم هنر. کارکرد هنر برای هنرمند چیه؟ کارکرد هنر برای مخاطب چیه؟ اینا چطور تعیین میشن؟
مرزهای اینها چطور تعیین میشه؟ منشأ هنر چیه؟ هنر اصلا از کجا منشأ میگیره؟ از کجا نشأت میگیره؟ غایت هنر چیه؟ به کجا ختم میشه؟ اصلا آیا هنر غایتی داره؟ هنر آیا معرفت زا هم هست؟ یعنی به شناخت ما از جهان و خودمون و خدا و امر ماوراء طبیعی یا هر چیزی که موضوع معرفت ما هست کمکی هم میکنه؟ مبانی نظری و غیر هنری هنر چیه؟ یعنی اون مؤلفه ها و مبانی متافیزیکی هنر که ما بر اساس اون میتونیم هنر رو تعریف کنیم چی هستش؟ یعنی نظریات هنری که خودشون هنری نیستن، امر غیر هنری محسوب میشن. چرا؟ چون امر فلسفی هست به اصطلاح. نظریات درباره ماهیت هنر. خب، درباره ماهیت هنر نظریات گوناگونی وجود داره. و یکی از اولین فیلسوفانی که به این مسئله پرداخته به طور فلسفی و حالا نظامند افلاطونه که نظریه او بعدها خیلی گسترش پیدا کرد. افلاطون معتقده که ذات هنر و حقیقت هنر تقلید و بازنمایی هست. اما این رو در اینجا اشاره کنیم که هنر در اینجا در نظر افلاطون با مسئله زیبایی فرق داره. زیبایی برای افلاطون یک حقیقت مثالیه و او به مثال اعلا که همون واحد یا خیر مطلق هست میگه زیبایی مطلق که حقیقی ترین حقیقت و وجود محسوب میشه. اما وقتی میگه هنر منظورش اون زیبایی نیست. منظورش اثر هنریه. یعنی مصنوعات بشری که ما بهش میگیم هنر. مثل شعر مثلا. و میگه هنر حقیقتش تقلید و بازنمایی از طبیعت و واقعیت. و از اونجایی که از نظر او و طبق متافیزیک افلاطون خود طبیعت و واقعیت تقلید هست، یعنی تقلیدی از عالم مثال هست، بنابراین هنری که تقلید و بازنمایی طبیعته میشه تقلید تقلید. پس او نظریه تقلید رو ارائه میده و میگه تقلید بنیاد هنر هست و نظریه محاکات رو میگه، یعنی میگه هنر حکایتگر واقعیت بیرونی هست. به همین خاطر هم گفتیم بهش میگه تقلید تقلید و هنر رو بازنمایی واقعیت میدونه. واقعیت بیرونی البته، نه واقعیت حقیقی که بهش میگیم عالم مثال. تولستوی ذات هنر رو بیان احساسات میدونه و میگه چون ارسطو رو نگفتم، چون ارسطو هم به نوعی همین نظریه بازنمایی رو داره. یکی از نظریات شاخص نظریه تولستوی هست که معتقد حقیقت هنر بیان احساسات و عواطف بشری هست و به نوعی به احساس گروی یا اکسپرسیونیسم در هنر معتقده که این هم طرفداران بسیاری داشته و داره. این نظریه احساس گروی. نظریه دیگه درباره هنر میگه که هنر وسیله ارتباط انسانها با همه، وسیله لذت نیست. آثار هنری و هنر وسیله برای تعاملات بیشتر و عمیق‌تر انسان‌ها با همه. یعنی مسئله انسانیه، ربطی به طبیعت نداره و سعادت فرد و جامعه انسانی در قالب هنر میتونه تأمین بشه. چرا؟ چون به عمق بخشیدن و گسترش ارتباط انسان‌ها با هم میتونه کمک کنه و در راستای این ارتباط‌گیری به سعادت افراد و به ویژه جامعه کمک کنه. هنر نظریه بعدی هم وجود داره که میگه هنر همون فرمه، که این نظریه در قالب فرمالیسم یا صورتگرایی مطرح شده. یعنی همون فرم هنری، صورت هنری رو، اشکال هنری رو همون هنر در نظر میگیرن، که اینجا به نوعی به تجسمگرایی، به نمود بیرونی هنر، به تجسمات بیرونی هنر توجه دارن. از جمله مثلا کلیف بل معتقده که هنر ارائه نمود یا شکل جالبی از یک واقعیت، یعنی نمودهای بیرونی همون خود هنر، فرم هنری همون هنر محسوب میشه. و مباحث متافیزیکی هنر. تمایز هنر با علم و فلسفه یکی از مباحثی که بهش پرداخته میشه در متافیزیک هنر. لذت در هنر، اینکه اصلا لذت در هنر چگونه تعیین میشه. تحول طبیعت در هنر، اینکه ما در آثار هنری طبیعت رو نه صرفاً آنگونه که هست، بلکه به طرز متعالی تری بازنمایی می کنیم. چرا؟ چون
به مفهوم پردازی درباره طبیعت می پردازیم و بر اساس اون مفهوم پردازی آگاهانه و تعالی یافته و استعلایی که از طبیعت بر خودمون ایجاد می کنیم به ارائه آثار هنری و بازنمایی هنری از طبیعت می پردازیم. حقیقت هنری، یعنی آیا هنر حقیقتی داره و حقیقت هنر چی است؟ و مرزهای هنر با امر غیر هنری. خب بپردازیم به تعریف خود هنر و اصطلاح هنر. یعنی الان ما فلسفه ورزی رو در واقع شروع کردیم درباره هنر. خب طبیعی اول ببینیم اصلا خود هنر چیه؟ هنر ریشه در واژه یونانی تخنه و واژه لاتین آرتوس داره، چیزی که ما در فارسی بهش میگیم هنر، و به معنای ساختن و به هم پیوستن و درست کردن هست. خب ما در واژه انگلیسی بهش میگیم آرت دیگه، که از آرتوس گرفته شده. این به معنای به هم ساختن، یعنی یه جور تولید کردن، درست کردن، ساختن. پس هنر یه کاری انسانیه، یعنی یه چیزی که ما داریم میسازیمش. و ریشه سانسکریت اون هنر هست. هنر به معنای نیک مردی و نیک زنی. یعنی در واقع هنر در نهایت اگر به ریشه سانسکریتش برگردیم به مسئله نیکی اشاره داره، یعنی دوباره همون مسئله خیر که معمولا با زیبایی مسابقه گرفته میشه و اگر اینجور نگاه کنیم ببینیم مسئله زیبایی و نیک بودن در اینجا در مسئله هنر مطرحه. تعریف هنر. هنر نوعی تعالی جویه. گفتیم ما در هنر حتی اگر داریم به بازنمایی طبیعت میپردازیم، طبیعت رو نه صرفاً به عنوان طبیعت، بلکه طبیعتی که به آگاهی من و خودآگاهی من، یعنی در بستر خودآگاهی من شکل گرفته و مفهومیزه شده، در اون قالب آگاهی شده به تصویر میکشیم. یعنی به نحو استعلایی، به نحو تعالی جویانه و از ابعاد مختلفی به حالا به واقعیت یا طبیعت نگاه میکنیم. البته این یه رویکرده، همه رویکردهای هنری این رو معتقد نیستن و هنر رو به نوعی روش تجربه جهان میدونن. خب طبیعتا شما وقتی هنر رو تقلید از جهان بدونید، نوعی روش تجربه است دیگه. یه روش تجربه جهان روش علمیه که ما در اون جهان رو به طور علمی مورد شناخت قرار میدیم. یه روش تجربی جهان روش متافیزیکیه یا روش دینیه. مثلا ما جهان رو به عنوان مخلوقات خداوند تفسیر میکنیم. و یک روش تجربه جهان هم هنریه. یعنی ما از نگاه هنرمندانه و تعالی جویانه هنری به جهان نگاه میکنیم و او رو تجربه میکنیم. در هنر افکار، احساسات و شهود ما نقش دارند. یعنی به نوعی هنر شامل افکار ما درباره خودمون، واقعیت یا هر چیزی که هستی داره و احساسات ما و شهود ما درباره اون هست. روش بیان فهم جهان هست. پس یک بیان فهم ما از جهان بیان هنریه. همه که فهمشون از جهان رو به طور متافیزیکی یا به طور فلسفی یا به طور علمی یا بیانهای دیگه مطرح نمی کنن. بعضی ها فهمشون از جهان رو به طور هنری و به روش هنرمندانه بیان و مطرح میکنه. تغییر در نمایش جهان خیلی زیباست واقعا. آنگونه که شما جهان رو میبینید، هنر تغییری در اون نگاه ایجاد میکنه و نمایش جدید و هنرمندانه و زیبایی شناختی از جهان ارائه میده. هنر به مثابه زیبایی. در تعاریفی که درباره هنر وجود داره، یک دیدگاه بسیار عام و کلی هست که میگه هنر به مثابه زیبایی هست. ما همون زیبایی اثر هنری رو بهش میگیم هنر. یعنی اصلا اثر هنری به خاطر زیباییش هنر محسوب میشه. ارسطو در این رابطه معتقده که بین زیبایی و مسئله لذت تلازمی وجود نداره. یعنی لزوماً امر زیبا و امر هنری نباید لذت بخش باشه و میگه که زیبایی
به مسابه هنر امری عقلانی و حتی امری محاسباتیه. برمی خاطرم به هارمونی آثار هنری و تناسبی که باعث میشه اونها زیبا به نظر بیان بسیار تاکید میکنه. زیبایی به نوعی در این نگاه نظم و تناسب و تعین منظم موجودات آثار هنریه. و اثبات این موارد، یعنی اثبات این نظم و تناسب هنری در ریاضیات، یعنی به نوعی شما در بررسی زیبایی شناختی یک اثر هنری از ریاضیات هم بهره میگیرید برای تعیین و بررسی این تناسب و نظم. ماهیت هنر وابسته به مخاطبه. چرا؟ اگر من هنر رو به مثابه زیبایی بگیرم و این زیبایی رو در چارچوب تناسب و هارمونی بخوام بسنجم، خب این هارمونی رو من تشخیص میدم، من مخاطب، منم که محاسبه میکنم، منم که این نظم و تناسب رو تشخیص میدم، منم که به طور عقلانی به بررسی این زیبایی میپردازم. بنابراین ماهیت زیبایی شناختی این هنر و اثر هنری به عنوان امر زیبا به من مخاطب و ذهن من مربوط میشه. اما در تعریف دیگر، هنر به مثابه اعتلای روح در نظر گرفته میشه، یا همون هنر اخلاق گرا. در این نگاه ما به جنبه های مختلف هنری توجه داریم، از جمله غایات و اهداف هنر، و در همین راستا هم به اثر بخشی اجتماعی هنر خیلی توجه میشه. مثلا آثار اخلاقی که هنر میتونه در بر داشته باشه، آثار تربیتی که میتونه داشته باشه، آثار روانی و هرچی، حتی آثار سیاسی، آثار فرهنگی. هنر برای اجتماع در این نگاه، هنر یک امر اجتماعی، یک امر فردی نیست، صرفاً یک لذت فردی نیست. به ویژه شما مثلا این دیدگاه رو در جهان معاصر در سینما میبینید که چقدر رسانه ها و اون نمایش های سینمایی و تصویری و حتی صوتی در رویکردهای هنریشون به اهداف اجتماعی و حتی جهانی توجه دارن و بر اساس همون غایات میان آثار هنری رو ایجاد میکنن. فقدان معیار مشخص و دقیق برای داوری اثر هنری، خب طبیعیه وقتی که هنر یک مسئله مربوط به روح و اخلاق گرایی ما باشه، پس ما معیار دقیقی برای داوری اثر هنری نداریم. چرا؟ چون این داوری در متن اجتماع، در قوانین اون اجتماع، در گفتمانی که در اون اجتماع رایج هست تعیین میشه. این داوری و ارزش‌گذاری اثر هنری در اونجا هست که تعیین میشه. هنر به مثابه نسخه برداری از طبیعت که در یک چنین رویکردی مصداق و ارزش هنری همون طبیعته. یعنی هر اثر هنری که نسخه دقیق‌تر و متعین‌تر و کامل‌تری از طبیعت ارائه بده، یعنی محاکات و حکایتگری بیشتری از واقعیت داشته باشه، ارزش هنریش هم بیشتر هست. و نسخه خیر و شر به نوعی وقتی که هنر به نسخه برداری طبیعت می‌پردازه، می‌تونه خیر و شر بودن اون رو هم در این نسخه برداری که انجام میده تعیین کنه. یعنی هنر تعیینگر خیر و شر امور هست در طبیعت، با نوع نگاهی که از جهان داره، با نوع تصویر برداری که از جهان ارائه میده و آینه تمام نوای واقعیت. هنر یک آینه است. شما واقعیت رو در قالب اون آینه هنری میتونید به نمایش بگذارید. حالا بستگی داره که شما اون چهره زیبا و خیریت طبیعت رو بخواید در آینه نشون بدید یا اون چهره زشت به اصطلاح و شرگونه طبیعت رو. هنر به مثابه بیان احساس و عاطفه که گفتیم در رویکردهای افرادی مثل تولستوی دیده میشه. در اینجا ما یک برداشت انسانی از جهان و درک احساسی از زندگی و جهان داریم و احساسات خودمون رو، برداشت عاطفی خودمون رو از زندگی و جهان در اثر هنری انعکاس میدیم. پس در اینجا اثر هنری انعکاسی از واقعیت یا طبیعت نیست، بلکه انعکاس و آینه‌ای از
احساسات و ادراکات و برداشت‌ها و انفعالات و عواطف بشری و انسانی ما از جهان و زندگی هست در قالب محدوده زندگی خودمون. پس هنرمند با بیان و درک احساسات خودش به برانگیختن عواطف دیگری در آثار هنریش مثل تئاتر می‌پردازد. به همین خاطر ما در آثار هنری نمودی از حالات روحی رو داریم و می‌خواهیم که مخاطب ما هم این حالات روحی رو بفهمه و حتی در خودش ایجاد کنه، به نوعی با هنرمند همزاد پنداری کنه، یعنی نوعی درک هنری در بیان اون عواطف و درک اون عواطف در اینجا اتفاق میفته و ما نمود اون عواطف و درونی رو در آثار هنری شاهد هستیم. نظریات ذات باورانه درباره هنر. از جمله کلایو بل معتقده که هنر ذاتش همون فرم یا صورت هست، همون صورت معنادار، یعنی معنای هنری رو همون صورت یا فرم هنری تشکیل میده. همچنین در این رابطه سوزان لنگر معتقده که آفرینش صورت‌های نمادین احساس رو ما در هنر و آثار هنری شاهد هستیم، یعنی به طور نمادین احساسات بشری رو در قالب صورت‌ها و فرم‌های هنری ایجاد می‌کنه. همچنین جان هاسپرس در نظریه ذات باوری معتقده که هنر ناظر به بیان هست و نوعی فرمگرایی یا صورتگرایی که ناشی از اصالت اراده هست و صورتگرایی که بیان هنری رو یا اون اراده‌ای که میخواد بیان بشه رو در قالب صورت و فرم شکل میده. اصالت عاطفه، اصالت خرد، شهودگرایی، انداموار انگاری، اینها همه به نوعی در ذیل این نظریات مورد بررسی قرار میگیرن. اینکه ما ذات هنر رو ناشی از عاطفه بدونیم، ناشی از خرد بدونیم، ناشی از شهود بدونیم یا به نوعی انداموار انگاری هنری اعتقاد داشته باشیم، یعنی به عنوان یک در واقع لایه زنده، یک کل زنده کاملا انداموار بهش نگاه کنیم که با هم مرتبط و متصله. یا کانت معتقده که کانت هم به غایت بدون غایت معتقده، یعنی هنر خودش غایته، دیگه غایتی نداره. و کوروچه هم معتقد به شهودگرایی در باره ذات هنر هست.